من هر دو روز یک بار ماسکم رو عوض میکنم برادرم هر ده دقیقه گوشیش رو چک میکنه ما این جملات رو به انگلیسی چطور باید بگیم من کرمی هستم از پیج توتی و قراره در این فیلم قیود تکرار معین رو با شما کار بکنم ما در درس 76 عبارت پرسشی هاو آفن به معنی چند وقت یک بار رو یاد گرفتیم و در این درس قراره که به این سوال جواب بدیم در این نکته رو بگم که ما به دو روش میتونیم به سوال هاو یا چند وقت یک بار جواب بدیم مثلا یکی از شما این پرسه که چند وقت یک بار میرید به سینما روش اول شما میتونید به طور دقیق و مشخص بیاید بگید که مثلا من هفته ای سه بار میرم یا یک بار در هفته میرم یا ماهی دو بار میرم شما دارید دقیقا مشخص میکنید تعداد دفعات که اون کار رو انجام میدید پس این میشه روش اول که اصطلاحا ما به این روش میگیم قیود تکرار معین در روش دوم شما به طور دقیق مشخص نمی کنید مثلا میگید من بعضی وقتا میرم یا من بیشتر اوقات میرم به سینما در روش دوم ما گفتم به طور دقیق مشخص نمی کنیم که به این روش میگیم قیود تکرار نامعین در این فیلم ما میخوایم چهار روش رو یاد بگیریم برای گفتن قوی تکرار معین یعنی به طور دقیق ما میخوایم بگیم که یک عملی رو چند وقت یک بار انجام بدیم در جلسه بعدی قوی تکرار نامعین رو با هم دیگه کار میکنیم نوع اول قوی تکرار معین مثلا من میگم هر ساعت هر روز هر هفته من این کاریو هر ساعت انجام میدم من این کاریو هر هفته هر روز یا هر شب انجام میدم ببین این روش رو هم دیگه برسه بود کلمه ثانیه میشه سکند سکند حالا میخوام بگم هر ثانیه every به معنی هر میشه یعنی every رو من قبل از سکند که بیارم میشه هر ثانیه every second پس فرمولش به این صورت شد ما اول every رو میاریم بعد اون واحد زمانیمون رو بریم یه مثال بزنیم she checks her phone every second she checks her phone every second اون هر ثانیه گوشیش رو چک میکنه کلمه بعدی minute هست به معنی دقیقه خب حالا من میخوام بگم هر دقیقه every رو میارم قبل از minute میشه every minute یه مثال بزنیم My mother asks me to turn down the music every minute My mother asks me to turn down the music every minute مادر من هر دقیقه از من درخواست میکنه که موسیقی رو کم بکنم کلمه ساعت میشه hour حالا میخوام بگم هر ساعت افری رو میارم قبل از این کلمه every hour یعنی هر ساعت مثال بزنیم his sister washes her hands every hour his her hands every hour خواهر اون هر ساعت دستاش رو میشوره کلمه بعدی روز که میشه دی حالا من میخوام بگم هر روز میگم every day مثال بزنیم her father doesn't go to work every day جمله منفی مثال زدیم Her father doesn't go to work every day. پدر اون هر روز به سر کار نمیره. کلمه بعدی شب که میشه night. حالا میخوام بگم هر شب میگم every night. یه مثال بزنیم. My friend and I play Xbox every night. My friend and I play Xbox every night. دوستم و من هر شب ایکس باکس بازی میکنیم. کلمه بعدی هفته. هر هفته میشه every week. یه مثال بزنیم They watch movies every week They watch movies every week اونا هر هفته فیلم نگاه میکنن کلمه بعدی ماه که به انگلیسی میشه month حالا میخوام بگم هر ماه every month یه مثال بزنیم Angela invites me to her house every month Angela invites me to her house every month آنجلا هر ماه منو به خونش دعوت میکنه کلمه بعدی سال که به انگلیسی میشه year حالا میخوام بگم هر سال میشه every year مثال I change my hairstyle every year I change my hairstyle every year من هر سال مدل موامو عوض میکنم I think about you every minute I think about you every minute Every hour is spent together Every hour is spent together خب روش اول بررسی کردیم بریم برای روش دوم در روش دوم ما چهار تا کلمه داریم روزانه هفتگی ماهانه و سالانه کلمه روزانه میشه دیلی دیلی از نظر معنا هیچ فرقی با everyday نداره یعنی چه ما بگیم everyday چه بگیم دیلی یعنی هر دو به معنی روزانه یا یه کاری که هر روز انجام میشه یه مثال بزنیم the cinema is open daily the cinema is open daily سینما به طور روزانه بازه یا هر روز بازه فرقی نمیکنه من بگم دیلی یا بگم everyday اینجا هر دو به یک معنی هست کلمه بعدی ویکلی به معنی هفتگی یا به طور هفتگی فرقی نمیکنه این کلمه با عبارت every week که به معنی هر هفته بود خب بریم مثال بزنیم we meet each other weekly we meet each other weekly ما به طور هفتگی همدیگر رو ملاقات میکنیم فرقی نمیکنه میتونم میتونم بگم که we meet each other every week این فرقی نمیکنه ویکلی با اوری ویک هیچ تفاوتی نداره کلمه بعدی ماهانه هست مانثلی ماهانه یه مثال بزنیم I check my کار monthly من به طور ماهانه ماشینم رو چک میکنم I check my کار monthly کلمه بعدی سالانه هست که به انگلیسی میشه annually annually یعنی یه کاری که هر سال انجام میشه یه مثال بزنیم We go to Canada annually. We go to Canada annually. As we save the world daily. As we save the world daily. We're getting reports daily. We're getting reports daily. You'll be ranked daily. You'll be ranked daily. خب از روش, دوم. بریم برای روش دوم. در روش دوم من اینجا نمیخوام بگم هر ثانیه هر دقیقه هر سال هر هفته میخوام مثلا بگم هر پنج ثانیه هر هفت دقیقه هر سه روز هر پنج هفته پس من اینجا یک عددم دارم خب اگه خاطرتون باشه ما هر ثانیه رو یاد گرفتیم هر ثانیه گفتیم میشه every second حالا میخوام بگم هر سه ثانیه پس یه عددی من اینجا دارم هر سه ثانیه هر ثانیه میشد every second خب بس من یه سه دارم این سه رو باید قبل از ثانیه بیارم every three seconds واحد زمانی من باید جمع بسته بشه دیگه چون بیشتر از یه دونه است دارم میگم هر سه ثانیه پس فرمول اینجوری میشه every رو میارم بعد اون عددی که میخوام بگم رو اضافه میکنم و بعد واحد زمانی every three seconds هر سه ثانیه یه مثال بزنیم We breathe every three seconds. We breathe every 3 seconds. ما هر سه ثانیه نفس میکشیم. هر دقیقه میشد every minute. Every minute. حالا میخوام بگم هر ده دقیقه. پس من اینجا یک عدد ده هم دارم. فقط کافیه ده رو قبل از منت بیارم. Every ten minutes. یعنی هر ده دقیقه. Every ten minutes یه مثال بزنیم my brother checks his facebook every 10 minutes my brother checks his facebook every 10 minutes برادر من هر ده دقیقه فیسبوکش رو چک میکنه هر ساعت میشد every hour every hour حالا مثلا میخوام بگم هر 5 ساعت خب عدد 5 رو قبل از hour میارم every 5 hours یه مثال بزنیم They drink water every five hours They drink water every five hours اونا هر پنج ساعت آب می نوشن هر هفته می شد every week every week. حالا می بگم مثلا هر شش هفته فقط کافی عدد شش رو قبل از هفته بیارم every six weeks every six weeks یه مثال بزنیم He sees his family every six weeks. He sees his family every six weeks. اون هر شش هفته خانوادش رو میبینه. Every 12 12 خب اینم از روش سوم. بریم روش آخر. مثلا من میخوام بگم که سه بار در یک ساعت یا دو بار در یک روز پنج بار در یک هفته چهار بار در یک ماه اینا رو باید چجوری بگم مثلا میخوام بگم یک بار در روز یک بار در روز یک بار یک دفعه یا یک مرتبه میشه once once خب پس میگم یک بار once حالا میخوام بگم یک بار در روز یا یک بار در یک روز میگم once a day once a day پس فرمول به این صورت میشه من اول باید تعداد دفعه رو بیارم once به عنوان مثال یعنی یک دفعه بعد اون واحد زمانیم رو میارم a day یعنی یک بار در یک روز یه مثال بزنیم I call my grandmother once a day I call my grandmother once a day من یک بار در روز به مادر بزرگم زنگ میزنم خب دوبار چی میشه؟ میشه twice twice، حالا مثلا میخوام بگم دوبار در یک روز من یک کاری دوبار در یک روز انجام میدم توایس ا دی توایس a دی یه مثال بزنیم We should brush our teeth twice a day ما بهتره که دوبار در روز دندونامونو مسواک بزنیم اما وقتی که بخوایم بگیم سه بار چهار بار پنج بار الا آخر اینجا یه مقدار داستان فرق میکنه خب ما یک بار رو یاد گرفتیم گفتیم میشه once دوباره یاد گرفتیم گفتیم میشه twice سه بار چی میشه three times پس اینجا قضیه فرق کرد یا چهار بار چی میشه four times دقت کنید اینجا times به معنی دفعه هست خب three times سه دفعه 4 times 4 دفعه 5 times 5 دفعه ال اخر خب مثلا من میخوام بگم 3 دفعه در مثلا یک هفته یا سه بار در یک هفته میگم 3 times a week 3 times a week خب یه مثال بزنیم my wife and i eat out 3 times a week my wife and i eat out three times a week. همسرم و من سه بار در هفته بیرون غذا میخوریم. درسته؟ خب. مثال بعدی. مثلا من میخوام بگم چهار بار در هفته. چهار بار در هفته میگم four times a week. میبینید؟ چهار بار چی میشه؟ four times. خب. تو چه مدت زمانی؟ در یک هفته. a week. four times a week. یه مثال بزنیم. My neighbor washes his car Four times a week. My neighbor washes his car four times a week. Once a year. Once a year. We meet once a day. We meet once a day. You'll come twice a week. You'll come twice a week. She only sings twice a day. She only sings twice a day. Sometimes five times a night. <laughs> sometimes five times a night. He comes here three times a week. خب He خیلی ممنون که تا این تا این ویدیو با ما همراه بودید یادتون نره با قوید تکرار معینی که در این فیلم یاد گرفتین مثال بزنید در درس بعدی هم که عرض کردم قوید تکرار نامعین رو با هم دیگه برسی خواهیم کرد این فیلم رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید ذخیره بکنید تا هر موقع دوست داشتین بتونید دوباره ببینید. لطفا کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید تا جلسه بعدی که در خدمتتون باشم فعلا خداحافظ